سلمان رشدی، دیگر نمیخواهم پنهانی زندگی کنم. دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. در این ویدیو معلومات بسیار مختصری در مورد سلمان رشدی برایتان تهیه نمودم، امیدوارم مورد پسندتان قرار بگیرد. سلمان رشدی در تازه ترین خبرهایش گفته دیگر نمیخواهد پنهانی زندگی کند. سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی، با گذشت 30 سال از صدور فتوای روح الله خمینی علیه خود میگوید دیگر مایل نیست پنهانی زندگی کند. زندگی سلمان رشدی از روز 14 فوریه 1989 و پس از آن که رهبر وقت ایران به دلیل نگارش کتابی آیات شیطانی علیه او فتوای مرگ صادر کرد، برای همیش تغییر کرد. روح الله خمینی در فتوای خود سلمان رشدی را مرتد اعلام کرده بود. این نویسنده بریتانیایی هندی پس از آن به مدت 13 سال با نام جعلی و تحت حفاظت پلیس بریتانیا زندگی کرد. سلمان رشدی اکنون میگوید نمیخواهم مخفیانه زندگی کنم. آن زمان 41 ساله بودم و اکنون 71 ساله هستم. اوضاع اکنون خوب است. و افزود در دنیای زندگی میکنیم که موضوعات خیلی سریع عوض میشوند و این یک موضوع خیلی قدیمی است. اکنون خیلی مسائل دیگری وجود دارد که باید در مورد آنها نگران باشیم. افراد دیگری برای به قتل رساندن هستند. سلمان رشدی استفاده از نام جعلی برای خود را چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی متوقف کرد. با این حال وی در جریان سفر اخیرش به پاریس تحت مراقبت نیروهای امنیتی قرار داشت. او اعلام کرده است که در نیویورک زندگی کاملا عادی دارد. این نویسنده بریتانیایی هندی به عنوان مثال میگوید که مانند دیگر شهروندان سوار مترو در این شهر می شود. کتاب آیات شیطانی که در سال 1988 میلادی منتشر شد، پنجمین اثر سلمان رشدی بود. او اکنون 18 کتاب خود را به نام کاخ زرین منتشر کرده است.